پروین گل‌آبادی میگوید که من در دفتر مرحوم دهخدا بودم، در باز شد، آقای دکتر جعفر شهیدی اومد تو و گفتش که من میخوام با سات شروع بکنیم. از چی شروع کنم؟ استاد دهخدا فرمود که با صادق هدایت. گفتن صادق هدایت که زنده است. البته تا اینجاش حق با دکتر شهیدی بود، چون در دادور معارف ها و در فرهنگ ها و در کسانی که اسمی برند هیچ وقت عکس شخصیت‌هایی که حیات دارن نمیارن، به جز وقتی که ملکه باشن، شاه باشن، رئیس جمهور باشن و جایزه اسکار یا نوبل باشن، در اون موقع میارن. بعد ایشون رو که به من گفتش که تو با صادق هدایت دوستی برو، با صادق هدایت صحبت کن، بهش بگو که شرح زندگیشو بنویسه و بده. خب من رفتم باهاش صحبت کردم، گفتش که زکی ولش، محلی حرفا نیستم. گفت هرچی اصلاح کردم قبول نکرد، من باید به دهخدا گفتم و دهخدا خودش این رو تهیه کرد و در لغتنامه به چاپ رسوند. بعدها که من باید شروع کنم و در این شهر زندگی به اصطلاح دهخدا رو بیارم و شهر زندگی صادق رو بیارم، دیدم که این در لغتنامه دهخدا نیست. با دوستم که رئیس نشریات کتابخونه مرکزی بود رفتیم تو انبار دانشکده ادبیات، چاپ‌های متعددی از دهخدا بود ولی این اون تو نبود. منتها چون حرف زدن و صحبت پروین گل‌آبادی سند بود، من میدونستم که چاپ شده. تا اینکه اینو در پژوهش علوم انسانی دیدم در چاپ اول چاپ شده و در چاپ‌های بعدی شاید حکومت مثلا باش خوب نبوده یا اشکالاتی پیش اومده، در اونجا چاپ نشده. بعد یک روزی رفتم منزل استاد افشار، در اونجا صحبت شد، موضوع رو برشون تعریف کردن. ایشون فرمود سند. گفتم ولی من سندی ندارم، ولی چون آقای دکتر شهیدی در حی حاضر الحمدلله زنده هستن، با ایشون صحبت بکنید. ایشون تلفن رو برداشتن و با آقای دکتر شهیدی صحبت کردن و آقای دکتر شهیدی هم گفتن که درست میگید. و بالاخره این شرح زندگی اونو خود دهخدا نوشت و به چاپ رسید.